خربزه تربازه است که از زمینای خودشان از خربزه و تربازه از تربازه مرا بخی. خیلی همو وقت بود، همو زمان بود، سیوال گذشت و رفت دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی هستانه که افغان لایف و بیننده هستین. امیدوار هستم که هر گوشه و از کنار جهان که هستید جور و صحت و سلامت باشید. خوش آمدید به یکی از دیگر ویژه برنامه های افغان لایف و من امیدوار هستم که تا پایان برنامه با من همراه باشید و از داشته های امشب من براتون تقدیم میکنم شما لذت ببرید. ما در جای هستیم فعلا یک ذره از شهر فیض آباد دور هستیم، فکر کنم در قرقوزی هستیم و اینجا هم جایی هست که مردم قرقوزی که زندگی میکنن خرید فروششان ممنون از اینجا میشن. اینجا هم یک دکان است و اونجا هم و همچنان مردای قدیم، مردای موی سفید اینجا جمع هستن و من میرم ازشان درباره گذشته ها و چگونه بود در زندگی در گذشته و فعلا زندگی در قرقوزی چه رقم میگذره ازشان پرسان میکنم. بسیار زیاد برنامه جالب میباشه، همچنان بسیار شیرین زبان ها هستن اینجا. پس ببین با ما همراه شوین و از داشته هایی که من امشب براتون تقدیم میکنم شما لذت ببرید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ جانتان جور بخیر، سلامت هستین؟ خوش اومدین در محیط منطقه ما. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. من گفتم قرقوزی است، براستی قرقوزی است؟ بای ملاسی است ایجا. ایجا بای ملاسی است، قرقوزی پایان تر است فکر کنم. ما تو قدم زده آمدیم، تاریک ایج نفهمیدیم که کجاست. من هدف ما قرقوزی بود، ایجا بای ملاسی است. بای ملاسی است، بله. امی ایجا را چرا بای ملاسی میگن؟ میفهمین شما یعنی خود منطقه مردم نام گذاری کرده یعنی هم تو نام بوده؟ قراری که از کلانه شنیدیم اینجا این مردم امو ابتدایی که در اینجا نسازی کنه آمدن و متوطن شدن و مالدار و گوسفنددار و رمدار بودن، زراعت پیشه بودن. زراعت پیشه خوب وقت بود نبود، منتها مالدار بودن، گوسفنددار و کوچی بودن. اینجا دمی بغل کوه آمدن سب یعنی همینجا متوطن شدن. یعنی بای ملسه یعنی مله گفتم این جایی که یک بودو باش میکنن برای موقت، اما را مله میگن، محله. خخ محله. محله یعنی محله بایا. محله بایا. محله بایا. چطور سال کسایی که زندگی میکنن بایستن؟ خیلی همو وقت بود، همو زمان بود، سیوال گذشت و رفت دیگه. نسبتا خوب هستن، الحمدلله زندگیشان خوب است. بله. چند نفر در بای ملسی، چند خانواده زندگی میکنن؟ اینجا تقریبا نگان 600-700 خانه زندگی میکنن. خانه به اصلا اگان به حساب نفوس بگیم 2000 نفوس اینجا زندگی میکنن. به حساب خانه اگر بگوین؟ به حساب خانه اگان 400 بیشتر هستید. بله. شما چقدر وقت میشه که در بای ملسی زندگی میکنین؟ ما سرتان در اینجا سپری کردین؟ باشنده اصلی همینجا هستیم. بله هستید. اصل در اینجا زندگی میکنین؟ بله بله هستید. چی در اینجا مشهور است؟ کدام غذا مشهور است؟ اینجا چی دارین؟ بای ملسی چی داره؟ اینجا بزنیای پیداوار بگیم دیگه. خب نمی گندم است، جو است، جواری است و ماش است و مثلا برنج کاشته نمیشه در اینجا. از نگاه نه تو چیز کچالو است و خربزه است و تربوز و خوب چیزا دارین. خیلی دیگه چی داشته باشه؟ بانجان رومی است و چیزی که ضرورت همین خانواده هست اینجا مهیا میشه و پیدا میشه. بله. توسط خود مردم کشت میکنن میگیرن. بله کشت میکنن برای دهقانی است. بله. بسیار کم مردم به حساب نخرن، یعنی خودشون کشت میکنن و به حساب دهقانی بگیم دیگه. بله. فرهنگشان چه رقم است؟ چه رقم زندگی میکنن؟ مثلا در فیض آباد روزای خجستر است، روزایی که مثلا عید باشه، یگان ختم خیرات باشه، با صبحانه چای صبح میتن. اینجا چه رقم زندگی میکنن؟ اینجا عین چیز است. خب قدر ما دور نیستیم دیگه. ملتی ها یک نام مشخص دارم از خاطر گفتم. اینجا هم سب همین روزای عید که باشه سب جمع میشن قومی در مسجد آدم مثلا محله چیز اجتماع چای دارن، او دارن، یا روزای عید قربان امو قربانیشون هم پخته کرده میارن در اینجا. تمام به حساب خرد ریز و غریب بیچاره و هرچی که هست جمع میشن همینجا میخورن، یک دعا میکنن برای توکلش بخورن. باید گشتک شروع میشن. بسیار زیاد تشکر از اینکه صحبت کردین در باره فرهنگ بای ملسی صحبت کردین. بسیار زیاد تشکر. شما هم تشکر. خدا نگهدار. سلام علیکم. ببین میریم پیش از اونا ببینیم که دیگه چه رقم گپ هستم. فکر کنم همکارا کدام چیز گفتن من متوجه نشدم. خب یا خیر باشه. اینجا دکانی هست که معمولا کسایی که اینجا زندگی میکنن خرید فروششون هم اول برنامه برات گفتم از اینجا میخرن. اگر چه خود چیزای خودشان که کشت میکنه خربز و ترباز است که از زمینای خودشان از خربزه و تربزه از تربزه مرا بخیر.
اینا از چیزای طبیعی که خودشان کشت میکنن و با زحمت خودشان به دست میآیه، همچنان پیاز هم از اونجا هم کارم نشان بده براتون، اینا از خودشان است و اینا هم چیزایی که از بازار خریدار میکنن. صاحب دکان کی است؟ صاحب دکان اینجا بود کنجره. خواهش شما چی کار هستی؟ من بود بیکار کی. خواهش چی شد صاحب دکان؟ اینجنور سفوار. اینا شما هستین صاحب دکان؟ خب یا چی دارید دکان داشتید؟ من بومی و کچالو و امثال از اون چیزایی که ضرورت خانه و دیگه خلاص کردیم، یعنی کم تر ما خلاص کردیم. این همون بانجان رومی است که آخرایش است دیگه. دمی سطرک جمع میکنین از سر زمینایتان باز میارین میفروشین. چه قمی فروشین؟ پاوی چند میفروشین؟ پاو نه، به حساب 8 پاو یک سر حساب میکنیم، به حساب یعنی چیز دیگه، یعنی 80 و 70 و همه قدر است. برای فعلا نقش همین قدر است. خب بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب، بازم که صحبت کردین معلومات دیم بسیار تشکر. من خیلی برام پیش اونجا سیست بسیار گرم سلام خدا نگهدار بازم خلاصه بریم پیش اونجا نام خدا ایجا همه مردمی که بعد از نماز شام جمع میشن و با هم چند لحظه گفتگو میکنن، مثل که در منطقه ما هسته و همچون در بعض جاهای دیگه که در بدخشان باش که موتر بره. البته شام است، شام هم تقریبا چیز گذشته دیگه تاریک است و کسانی که بعد از نماز شام نمازشان خوانده باز دبای پیش دکانا و دکاندارا جمع میشن و عملا چند لحظه قصه میکنن. باش ما زمین کسی که اینجا پاپلک در دست شده. خوب هستی؟ سلام علیکم. دکان از شما ساجی صاحب اجازه است بیاییم؟ بسیار زیاد تشکر. ای دبای نزدیک کدام چیز بود؟ من لغت کردم کدام چیز شکستنی خو نبود. چی حال دارین حاجی صاحب؟ بخیرین سلامتین؟ جور باشین بخیر هستین. من تو چارزانو کردم، شما مصروف هم هستین؟ بیقم چارزانو که میشه. خواه اینا مصروف هستن. شما خوب هستین؟ شکر سیم. دکان از شماست؟ بله. این هم پدرتان؟ بله سیم. چقدر وقت میشه که در دکان دارین؟ والا خیلی وقت میشه، من خود در ترکیه بودم نام آمدیم. خیلی وقت ترکیه آمدین؟ چقدر وقت شد در ترکیه آمدین؟ یکان پنج ماه چهار ماه میشه آمدیم. چه وقت در ترکیه بودین؟ قاچاقی رفتین حتما؟ ها قاچاقی رفتیم. چطور بود برخورد مردم ترکیه و ایران؟ فکر کنم در این روزا بسیار سخت بود. خیلی بد است اما ترکیه خیلی خوب است. موجود که همزمان از همزبان هم هستن. بله. قاچاقی رفتین مکمر راه؟ ها قاچاقی رفتیم. زبان با کدام زبان صحبت میکنین؟ کدام لهجه؟ نه شما اینجا هستین؟ ما ازبکی، ازبکی. فارسی به خاطر پرسان کردم که در زبان ازبکی و ترکی یک ذره با هم شباهت دارن. نه بلیا، از خاطر بلیا. کسایی که در ترکیه هستن ازبک باشن و بند نمیمانند؟ نه نه او بند نمیمونه. خیلی یعنی سر میخوره دیگه 50% میفهمید اینه اگر چیز دیگه پزن داره؟ بلیا. خب چی کار میکنین در ترکیه؟ والا کار یک کار نیست دیگه، در هزاران کار رفتیم. در چند؟ همیشه در کار نکردیم سیوا. هر کار پیش آمد خوش آمد؟ آه دیگه خیلی. چرا آمدین؟ ردی مر شدیم نباشه اینجا خود چی میکنیم؟ راستی؟ خب اگر چانس برابر شده میرین؟ آه دیگه توکل به خدا. خب یا توکل به خدا. خب سرپناه دارین، دکان دارین، دیگه توکل خارج به خدا. دمیجه تحصیل کو درس بخون دمی وطنت خدمت کو. والله تحصیل ما خو مکتب ادا کرده رفتگی بودیم دیگه، تحصیل ما الان خلاص شد. 6 سال در ترکیه موندیم، تحصیل کجاست؟ ها 6 سال بودین، چرا پیش نرفتین؟ والله پیش نرسید دیگه، در ترکیه موندیم. خب یا توکل به خدا. من 6 سال عمرتان در موجا تقدیر قسمت بود، آب دانه بود پس آمدی. آل قسمت سی. آل حتما بخی فوق العاده زبان ترکیه یاد دارین؟ ها دیگه یاد داریم سیما. همکار میگه پیسه زن آوردیم. والا نه دیگه، خب پیسه زن نه دیگه، خب کار کردیم یک کمی آوردیم، کمی همی توان کردیم و کم تحصیل یا در ترکیه پیسه پسنداز نمیشه؟ میشه؟ نه پسنداز یکان تگه دیگه چیزی نباشه دیگه، همی در فامیل رایی نکنه پسنداز کنه میشه. کشوری که مثل مثلا دزدواری هست نه که پلیس ببینه داد فورا رخصت داد میشه؟ دیگه ردی مرزی سه دیگه، قاچاقی سه دیگه، راحت نمیتونی مانده اوجا. خب یا توکل به خدا. امیدوار هستم که همه مسافران به هر جایی که مقصد مراد دارند خدا برسانشان. آمین. مطمئن هستم کسای کجا هستن در جا نمیشه پس بیان یا میان؟ والا وطن خودشان است دیگه، پس میان دیگه، همیشگی نیست دیگه، هر کس وطن خود دوست داره. 6 سال در اوج زندگی کردن ده وطن جامدان چه احساس داشتید؟ والا چی احساس دیگه پس برگشتن. خب یا توکل به خدا. بسیار زیاد تشکر. خواهش. اگر کدام حرف پایان باشه، یگان اگر زمزمه، یگان چی میگن؟ والله زمزمه. تا میگن چی میگن؟ به زمان ازبکی از ترکی برام. والله نه هیچ زمزمه یاد ندارم. یاد نداری؟ نه والله. یک تا گفت. نه هیچ یاد ندارم. از ترکی بخوانین خیر. ترکیم. والا زمزمه ترکی خیلی زور است. واقعا. خب بسیار تشکر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اینجا دکانی هستند که چپ نمیشه.
اینجا دکانی هستن که معمولا بعد از همی چی میگن نماز مردم بیان جمع میشن و چند نقبه هم قصه میکنن، گفتی کدام تا چهار قصه و چهار غیبت میکنن. دیگه اینجا دکان هستن که معمولا مردم قرقوزی میاین جمع میشن. دیگه این طرف هم سرک میره به طرف فیض‌آباد میره و این طرف هم به طرف دیگه ولایت ها. این هم خربزه است، این هم خربزه است که از خود قرقوزی است، خود مردم با دستان خودشان دیگه کشت میکنن و باز همچنان جمع‌آوری میکنن میان به فروش مردم. آلی امی از همون دکان است. خب شما میفهمین درباره ازی بیا خیلی نزدیک بیا که کتت گپ بزنم. بیا خیلی خب بیا خیلی بشه امی جک دقیقا. اینا از خودتان است؟ نه از خود ما نیست. خودتان کش نکردین؟ نه فعلا کش نکردین. سابقه بود کش میکردیم، الان خونه میشه جان. میشناسین خربزه را؟ خربزه شیرینش را میشناسین چی با؟ مثلا اینا را که خودتان خریدین از کس دیگه؟ بله ها، سابقه خربزه میکردیم، تربوز میکردیم، از همون میشناسیم دیگه. خب چی رنگش، چی رقمش، پخته از خامونس. چرا نمیکنی ناری؟ حالی نمیشه دیجا که دی زمین ها نمیشه نی وقتش نیست؟ نه الان وقتی زمین ها تیر شد دیگه. خواه زمین دارین به کشاورزی بزرد؟ آه داریم اون نمیشه دیگه. خواه این را با چند خریدین و چند میفروشین؟ والا این را 140 خریدم و 150 میفروشم. چقدر دکاندار فروشنده چی میگن با عدالت کار هستن؟ والا خواه دیگه چیکار کنیم؟ دریف پایده از اونجا میاریم نه؟ از سر پلک میاریم اینجا خود دیگه که همین دو ریبه یا سه ریبه میمونه، زیاد نه زیاد بانه پنج ریبه. خب باز یه وقت داره یه خرابی هم داره نه میمونه دو روز یک روز میمونه خرابی هم داره. اگر در یک چند روز فروختن اشه وقت با خراب میشه بخینه. این به نام کدام خربزه است؟ مثلا خربزه رعنا میگن، خربزه هرچی والا وطنی نه، این به نام وطنی است دیگه. خربزه وطنی قندک خونه است؟ شیرین است. خب یک خربزه به نام قندک است. من گفتم یه قندک شاید خربزه پایین باشه. پایین باشه. آه خربوزه می چیز کندوز طرفا. خب یه توکل به خدای کریم نمیدونم امیدوارم که همیشه به فروشین خلاص کنین. سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا حفظ. خدا نگهدار. بازم تشکر از اینکه صحبت کردین و درباره دکانتون و مردمتون برام معلومات دادین. قربانتون. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. همچنان پیش میریم. اونجا چند تا دکان دیگه مثلا برای مردمی کجا صحبت هستن صحبت میکنیم. ببینیم که وضعیت اونا در چی وضعیت قرار دارن. اما همکارم بعضی اوقات میگم ببینیم اونا در چی وضعیت هستن. خرید فروش اونا چگونه هستن. اونا هم مثل از اینا خوب فروشات دارن ندارن؟ آیا خربزه و تربزی که خودشان کشت میکنن به فروش میارن یا نه میخرن مثل از این؟ اگر نه خود کسایی که در اینجا زندگی میکنن معمولا خربز و تربزه خودشان کشت میکنن باز جمع‌آوری میکنن باز دور میارن به دکانا به دسترس مردم قرار میده. باش ببینیم اینا چه رقم است. امیدوار هستم که چی با نامش چیست خربز و تربز داشته باشن. خربز و تربز دیگه هم کار. بین میریم داخل ببینیم که این مردم اینجا چی را زیاد خوش دارن، ببینیم که چی پیدا میکنیم در این دکان. اگرچه خوش شام هسته دیگه امیدوار هستم که تصویر خوب داشته باشیم. این دکان از شماست؟ خواه شما چی کار هستین؟ ما همینجا سودا خری آمدیم هستیم. هر روز میایین یعنی تنها امروز؟ نه هر روز میایم. در کجا زندگی میکنید؟ همینجا زندگی میکنید؟ همینجا زندگی میکنید بای ملسی. در بای ملسی؟ بله. مصروف چی کار بار هستین شما؟ مصروف کارمند نوی چیستم؟ سلیم سرخ. خواه سلیم سرخ لایابه میرین؟ خواه خواه بیا توکل بخدا. چند سال میشه کجا کارمند هستید؟ 8 سال میشه. چی مشکل دارین شما؟ دوستم اوگاروس. خاکو چقدر وقت شده که یه طور شده؟ ذاتی بوده یعنی اوگار شده؟ نه تقریبا یکان 20-22 سال شده. بخاطر چی شد؟ معنی چی؟ نه مایده اوشتیک بودیم من در اونجا همه گوشران رفتن یک فیوزه بودن کش کردیم. وی؟ پران از همه خاطر میگه بجای ناشناخته نروی. بله بله چه خواب یا توکل بخدا. امیدوارستم که روزتان خوش بگذره. زنده و سلامت باشین سی. بسیار تشکر. من روزتان گفتم خواه روز میشه دیگه هم پروپ همیشه شب نایی باشه. شما چی کار میکنین؟ ما میرا بیان مردم است. خواه این مردم اوشان چه رقم است؟ میترکیست؟ نه آبی کانال زراعتی. خواه راستی چطور او دارین؟ او چا دارین یا او میترکی؟ آب چه هم داریم میترک تنز ندارم آب چه هست کلش آب چشمه هم داریم من آب چه هم داریم چشمه هم هست در بای ملسی؟ ملسی با من چشمه در کجای بای ملسی چشمه؟ دیدم زیرم بالا بالای قیره من چشمه دارم. باز به خاطر او نوشیدن یا به خانه آوردن میرین از اوجه در بشکا میارین به خانه تا؟ آم بله سیبا
شیرین است تلخ است رقم است او مزه شور خانه است شور است شور است کمتر شور است معمولا چشمه های به استثناء بعضی هاش اگه تا شور می باشه از شما هم شور است کمتر شور است خب یا توکل آب چا من خوب است شیرین است آب چا ده هر خانه چا دارین یا نه نه کم کس کی داشته باشه داره او کس کی نداره همه آب شما را استفاده میکنیم بیا تام جور کردگی چند تا جور کردن هریش 5 تا 6 تا جور کرده باشه خواب یا توکل بخدا مردم به من سیم معمولا نمی زراعت پیشه و کشت و کار دارن باز اوشان چطورست میرسه برشان نوبت دارن چرا قم نه نوبت نیست اما 24 ساعت برشان 24 ساعت میاریم اوشان خواب یا توکل باز پیسه میگیرین چی میگیرین پیسه میگیریم چی قم میگیرین نظر خانواده جریب 200 میگیرین خب یعنی هر فامیل جریب زمین داره جریب زمین داشته جریب داره و کم میشه با کم میتونه شما در جریب 200 میگیرین خب بسیار تشکر خدا نگهدارتان میمونتون میگیرید سلامت باشین بسیار تشکر سلامت باشین بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر سلامت باشین خب بسیار زیاد تشکر از آن بیننده که تا فعلا بیننده گزارش ما از بای ملسی بودین امیدوار هستم که تا پایان برنامه بیننده بوده باشید و از گزارشی که من امروز براتون تقدیم کردم شما خسته نشده باشید تا برنامه بعد گزارش بعد همتون بلای منان میسپارم شب روز خوش داشته باشید خدا نگهدار